الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اونایی که ان الذين آمنوا یعنی اونایی که ایمان آوردن دیگه، باوردارا، رفقای خودشان. والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ایمان آوردن آخه تنهایی نیست، باید هجرت بکنه در راهش، ترک و دیار بکنه و جهاد هم بکنه در راه این الله، یعنی بکشه یا کشته بشه. اینا هستن که رحمت خدا رو میخوان. یعنی بایستی که انسان آنارشی، یه انسان بلوا طلب، یه انسان آرامش، یعنی کسی که آرامش جامعه رو دوست نداره، کسی که زندگی رو پر از درد سر میخواد، این بشی که تا بشی مسلمون. و اینان که رحمت الله رو میخوان، یعنی بنده که میگم آقا کشت و کشتار نباشه، زندگی برابر در جامعه ایرانی باشه، جهاد پهاد باید بره به برگرده توی بیخ ریش صحابش، مال گند به ریش صحابش. ما در ایران نمیخوایم اینا رو. بنابراین ما رحمت الله، اون الله به ما مهربان نیست. شما حالا میزان و درجه شعور اون الله رو در نظر بگیرید. والله غفور و رحیم، آمرزنده و مهربانم میگه هست. بعد میگه میاد یه دفعه سراغ، از میدون جنگ میره بیرون، میاد سراغ مشروب خوری و از این حرفا. یسالونک عن الخمر والمیسر، یسالونک یعنی باز میپرسن ازت. پیش از این در مورد ماه رمضان و جنگیدن هم گفت یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، از تو در مورد ماه رمضان میپرسن، این شهری که حرام جنگیدن درش و جنگ در اون، اینو بگو اینو بگو اینو بگو. بعد حالا میاد میگه که یسالونک عن الخمر والمیسر، حالا این آقایون مسلمان یا نامسلمان میان از خمر یعنی نوشیدنی های مسکر مست کننده، والمیسر، میسر یعنی قمار و تفنن و بازی های آنچنانه، قلفی ها اثمون کبیر، بگو که در اینها گناه بزرگ است. و منافع للناس، برای یه عده منفعت داره. حالا برنده خوب معلومه، این که حرف زیاد چیزی نیستش. خمر فروشه، اون کسی که در قمار برنده میشه، و اثمهما اکبر من نفعهما، اما گناهش بیشتر از نفعشه. و یسالونک ماذا ينفقون، ازت میپرسن که حالا ما چی رو انفاق کنیم، چی رو یاری بدیم به دیگران. قل العفو، و هرچی که اضافه دارید بدید. یعنی اگر مثلا کسی طبق این قانون یه به اصطلاح هرچی که داره، هرچی که اضافه از زندگیش نیازی نداره باید بده. یعنی در حقیقت میشه گفت یه نوع کمونیست هم بهش میشه گفت، که این رو سلمان بدون تردید از همون سوسیالی که ما در تاریخ پدریمون داشتیم آمده. دقیقا این حرف شاه قباد رو اینجا میاره. قول العفو یعنی اضافی هرچی داره. اونجا وقتی اومد راجب مار و مار گزیده مزدک از شاه قباد پرسید، دقیقا همینو گفت. حتی گفت خون اون کس که از گرسنگی و یا از ندارایی از بمیره به گردن اونیست که داره و نمیده. دقیقا از این فرهنگ پیش از اینها گفته شده و در فرهنگ ایرانی آمده، هیچ نیازی به بازگویی نداره. بعد میگه یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، این الله برای شما بیان میکنه، نشون میده نشانه های خودش رو که شما بهش فکر بکنید. تتفکرون فی الدنیا والآخره، در دنیا و در آخرت بهش بیندیشید. یسالونک عن الیتامی، حالا دوباره اونجا هی گفت یسالونک عن الخمر، یسالونک عن شهر الحرام. اینجا دوباره وقتی شروع میکنه شعر بودنش اینجاست، یعنی ریتم های شعریش در همین است. یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، خیر. از یتیم ها، در مورد یتیمان بی پدران ازت میپرسن، بگو اصلاح اینها، ساختن اینها بهتره. و این تخالطوهم فاخوانکم، اگر باشون مخلوط شدید، هم خانه شدید، هم راه شدید، پس برادران شما هستند. والله یعلم المفسد من المصلح،
خدا فاسد و مفسد و فساد کننده رو از مصلح میتونه تشخیص بده. ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزیز الحکیم، اگر خدا بخواهد شما رو لعنتکم، در ترجمه های زیادی، در تفاسیر زیادی، در المنجد، در به اصطلاح دیکشنری ها، یعنی اگر خدا بخواهد شما رو هدایت خواهد کرد. اگر هم بخواد این دو پهلوست، یا میتونه هدایت کنه اونجور که میخواد میبره. اعنتکم این ساکنه و از یا مأموریت اونچنان که دلش بخواد به شما میده، یا شما رو اونجوری که دلش بخواد تعیین میکنه برای اون مسیری که باید برید. اعنتکم یعنی همون تعیین کردن، یا از باب دیگه از اعانت میاد، یعنی یاری دادن، یاری کردن. در اینجا میشه بسیار راحت این رو، اگر خدا بخواد خلاصه یاری میکنه شما رو، تعیینتون میکنه برای اینکه یاری دهنده باشید یا یاری بشید. ناگهان میاد سراغ ازدواج از اینا، ولا تنکح المشرکات، با زنان مشرک ازدواج نکنید. ببینید همون جنگیست که میان عقیده، یعنی هر کس که اندیشش جداگانه باشه. اینو پاسخ به اون آقایی که گفتن که در فکسشون نوشته بودن در مورد زرتشتیات، چیزی که نگفتن ولی کلی گفتن، یعنی آدم ها رو از هم به خاطر نوع اندیشهشون نجس قرمداد کردن. یعنی یکی آقا ایشون رو قبول نداره، این فکر رو قبول نداره، ناگهان نجسه. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن. ببینید خب این زن بدبختی عقیدش اونه، آمده نیاز به یه شوهر داره، اینقدر نگیرینش تا اون مؤمن بشه، به حرف شما تسلیم بشه. یعنی چی؟ یعنی دگراندیشی رو سرشو بریدن. چه ربطی داره؟ اینا میخوان با هم ازدواج کنن. ایشون نظرش اینه که آقا من باور دارم این درخت منو درست کرده، تو میگی اللهه، اون میگه درخت، تموم شد. هر کسی عقیده خودشو داره، در دل این عقیده ها باورها درون دله، ولی میگه نه ازدواج نکن باش تا این حتما مسلمون بشه. حالا شاید اون مسلمونه به گرد این زن نامسلمونم از نظر فکری و پاک بودن و خوب بودن نرسه، ولی قبول نیست، باید این مسلمون بشه حتما. اینجاست که اون وقت اگر میگن چرا در اسلام زیاد اومده مسلمون شده، شرایط، اگه زنی الان بیاد به خاطر این شرایط نداره، یه عرب پولدار بیاد بهش بگه بیا زن من شو، اما بعد مسلمون بشی، و همجوری فهمید اسلام چی اومد مسلمون شد. خیلی از عربا اومدن در این اروپا زن گرفتن اینجوری، ولی یه دینار اون زنه نمیدونه مسلمون. اسلام چی؟ فقط میگه میام با تو سفارتت میگم مسلمونم، با اجبار مردم رو به طرف این یک مرام و یک اندیشه کشیدن، که این که بزرگی نیست. اون مسلمونه، این زنه رو شما به حساب عددی از اسلام و مسلمانی میذارید؟ نه، خیلی اشتباه میکنید. آنچنان که 85-90% مسلمان مسلمان نیست، باور کنید. من تمام کشورهای عربی رو گشتم، به شما گفتم، شیخ سانی بن عبدالله رو داستانش رو گفتم، با اون آقای امیری در هتل هیلتون بودن در قاهره، و یک روز خب به من برگشت اون شیخ سانی، گفت استاز انت بتسلی، یعنی آقا شما نماز میخونید؟ گفتم لا والله لا، من نمیخونم. و انت مو مسلم، یعنی تو مسلمان نیستی. یه روزی این مرد 83-84 ساله که خودش اعلان کرده بود از نظر جنسی هم هیچ کاری ازش ساخته نیست، رفتن یه دختر 18 ساله براش آوردن. من گوش خواب